بسم الله الرحمن الرحیم نام دکتر فرهاد رحیمی است ما دا در مضمون داخل دندان یا اطفال و همراه شما همکاری میکنم ان شاء الله موضوعات چپتر شما متفاوت است اولین فصلش یا صفحات ابتدایی در مورد رشد و تکامل دندان هاست ولی قبل از اینکه داخل بحث شویم من لازم دیدم که یک مقدمه در مورد آناتومی نرمال و انساج حمایوی دندان با شما داشته باشم تا اینکه هم ذهن شما تازه شود و هم خوب در بتونیم داخل بحث شویم همونطوری که شما میفهمین دندان از دو قسمت عمده ساخته شده که ای که قسمت تاج دندان است و دیگه که قسمت ریشه دندان است از نگاهی هیستولوژی سخت‌ترین عضو به بدن که در حقیقت مینای دندان است سطحی ترین قسمت دندان پوشانده و پایانتر از مینای دندان دینتین است که توسط وجرات اودونتو بلاست ساخته شده و نابطه نمانه که مینای دندان توسط حجرات امیلو بلاست ساخته شده و در قسمت پایانی از این دو طبقه سخت یک طبقه نرم وجود دارد که به نام پولپ دندان یاد میشه وظیفه اصلی و مهم پولپ دندان در حقیقت تغذیه خود دندان و نزج بالایی که دینتین نامیده میشه و همچنان عصبدهی دندان است مینا و دینتین تفاوت های زیاد با هم دارن از جمله دو تفاوت عمده هست که است که حجرات امیلوبلاس زمانی که مینای دندان میسازه خودش کلسیفای میشه و به این که قدرت ترمیمی مینای دندان به کلی تا ختم عمر از بین میره ولی دینتین یک نزی زنده است و تغذیه خود از طریق پلپ حاصل میکنه و زمانی که دینتین توسط محرک های مختلف کیمیایی یا حراروی یا پوسیدگی تنبیه میشه قدرت ترمیمی را داره تا یک حد زیاد روی هم رفته خود نزی دندان توسط انساج حمایوی در داخل ساکت دندان تثبیت میشن همونطور که از نامش معلوم است انساج هیمایوی وظیفش تثبیت دندان در داخل ساکت دندانی یا الویولر بون است که به دو بخش تقسیم میشه که خود استخوان الویول است و دیگه که یک نسج نرم کلاژنی است که به نام پیریل یاد میشه یا پیریدنتل لیگامنت ما به شکل مقایسه‌ای در این سلاید دو تصویر شیماتی که به شما آوردیم که از نگاه مورفولوژی با هم کاملا فرق داره دندان مولر است و دندان انسزور است از نگاه مورفولوژی کاملا واضح است که با هم فرق داره ولی از نگاه هیستولوژی کاملا شبیه هم است اما اونطور که دندان سازندهش مینا و دینتین و پلپ سازنده دندان انسزور هم مینا و دینتین و پلپ و در چگونگی ساختمان و که در قوتش و در کیفیتش کاملا شبیه دندانه مولر است ولی از نگاه مورفولوژی با هم فرق میکنه و با مثل ازی هم اجزای حمایوی داره که شامل استخوان و شامل پیدیل است روی هم رفته بحث با هم پیش میبریم بحث اصلی امروز در حقیقت شناخت چگونگی تشکیل مینای دندان دینتین و پالپ قبل از اینکه مستقیم داخل بحث شایم شناخت این اصطلاحات فوقلاده مهم است که به شما دیده واضح تر میدم پرولیفریشن یا تکثر هجرات، در حقیقت زیاد شدن هجرات توسط تقسیمات حجروی مختلف است که شما در بیولوژی مولکولی خواندین و ملازم نمیبینیم داخل از بحث اون در حقیقت هر جایی که یک ساختمان به وجود می آید داخل عضو از اعضای بدن شروعش توسط تکثر هجرات صورت میگیره. گیره اینا یک مبدا دارن که اون مبدا از طریق استیم سل یا حجرات میزان هم صورت میگه ولی زمانی که با حجرات دختری پخته میرسه اینا رشدشان فوق العاده زیاد میشه و این نقشه یک که بعدا به پختگی خود میرسه توسط واسط پرولیفریشن یا تکثر حجرات بوجود وجود میاد مورفوجنسیس تغییر شکل حجره است شما فکر کنیم در در رحم مادر که تقریبا 37 هفته امبیریوم وقت میخواد که رشد کنه هر روز تغییرات مختلف در او به وجود چی از نگاهی کل بدن شما حساب کنین چی از نگاه عضو حتی یک دندان تغییرات مادرزادی که داخل کود دینه ثبت شده او را به نام یاد میکنه که هر روز روندش فرق میکنه منرالیزیشن در حقیقت پخته شدن انساج عضوی و انساج غیر عضوی است شما باز بیشتر در مورد از بس ان شاء الله میخوانید چه دیرش چه یا مضمون داخل دندان ان مفصل سرش بحث میشم ولی در اول مهم است که بفهمین زمانی که مینا که سخت‌ترین عضو بدن است زمانی که تشکیل میشه اول عضایش عضوی یعنی ماتریس اولیش عضوی در قدم های بعدی وقتی که توسط حجرات بلاست مینرال ها از مویرگ ها گرفته می و به انساج عضوی اضافه می شود و این انساج عضوی را تبدیل میکنه و به انساج غیر عضوی امی پروسه و امی مرحله را به نام مینرالایزیشن یاد میکنه اکتودرم از جمله سه اولین طبقه ای است که تمام بدن از او ساخته میشه اما دیگه یک تصویر آوردیم شما به خوبی دیده میتونید یک طبقه از بنام اکتو در میاد میشه طبقه دومی یا طبقه وسطی به بنام میزو در میاد میکنن و طبقه داخلی یا طبقه امقی را بنام این دو در میاد میکنن این سه طبقه یک امبریوس زمانی که یک جنین در رحم مادر تولد میشه یا خلق میشه اول امی سه طبقه را بار. هر کدامش وظیفه تشکیل اعضای مختلف داره مثلا اکتودرم وظیفه مهم و اصلیش ساختن استخوان و دندان است و جلد هم مربوط به اکتودرم است و همینطور اعضای مختلف میزودرم مثلا گرده، کلیه، قلب و ساختمان های حیاتی عمده داخلی بدن هم میسازن فرش میکنه اعضای داخلی ساختمان های حیاتی را مثلا بخش گت یا بخش امعا و میده را پوشش تحت پوشش قرار میتن و تمام حل و جذب و حزمی که در اوجه صورت میگیره توسط این طبقه ایندودرم صورت میگیره اپیتلیل تیشو برعکس ایندودرم سطحی ترین یا خارجی ترین اعضای بدن هم پوش میکنه یکی از مثال شما برایاتی داده میتونین جلد بدن است زمانی که اولین قوس های بدن تشکیل میشه منظورم از فکین اولوی و سفلی یعنی مگزیلا و مندیبولر است پیش از اینکه ساخته شود یک نقشه بر از اون جور میشه کنوم نقشه را به نام پرایمری اپیتیلیل باند یاد میکنه یا فیته اپیتیلی اولیه شما در این تصویر دیده میتونید ای در یک نقشه برای آینده مگزیلاس و یک نقشه برای آینده مندیبولار است یعنی پیش از که فک مندیبولا ساخته شود یا فک مگزیلری ساخته شود یک باند اپیتلی برای ساخته میشه باند اپیتلی به این معنا که یک, یک فیتاس شکل نل اسب داره و خودش توسط حجرات اپیتلیل به وجود میاد چی رقم به وجود میاد از اثر پرولیفریشن یا تکثر حجروی که ما در ادامه بحث قسمتی را مشخص تشریح فیته اپیتلی اولیه در روز سی جنینی به وجود که وظیفه اصلیش در قطع ساختن استخوان‌های مندیبولا و مکزیلت است همزمانی که فیته اولی اپیتیلی تشکیل میشه رشد دندان ها هم باید دیج صورت بگیره به خاطر ازی که این حیات جنینی است که تمام اعضایی که قرار است در سن کوهولی به وجود بیاید تشکیل شود باید در حیات جنینی به وجود بیاید ما به خاطر تشکیل دندان شما در سلاید سلایت سه مرحله تکاملی دندان مشاهده میکنین که از بر شروع میشه و بل ختم میشه بر یا استیج ابتدایی تشکیل دندان است همونطور که از نامش معلوم میشه در قطع جوان زدن دندان و داخل فیته اولی ابتدایی است چرا به داخل فیته اولی ابتدایی است به خاطر که این فیته ها قرار است علاشه های مگزیلا و علاشه های را بسازند شما تصور کنین که به تعداد ده جوانه به تعداد ده جوانه که قرار از دندانهای قدامی و دندانهای خلفی دیگه قسمت ساخته شود در فیته بالایی و به تعداد ده جوانه که هم در قسمت های خلفی رو شامل میشه و هم قسمت های دایمی رو شامل میشه در این قسمت جوانه بزنه و از جوانه زدن چه وقت شروع میشه؟ در هفته اشتم جنگی و همین حالت به نام بعد میکنه در این مرحله آن شما این تصویر هیستولوژیک که میبینید در این مرحله حجرات دندان قابل تفکیک نیست معلوم نیست که حجرات امیلو بلاس ده کدام قسمت قرار داره حجرات ارونتو بلاس ده کدام قسمت قرار داره و یکی مینا و دینتین ساخته شده یعنی حجرات زبان کاملا متغیر است و در پهلوی فیته اولی ابتدایی است چون در همجوار ازی زبان زبان است معلوم است که فیته اولی ابتدایی مربوط به علاشه پایانی قرار داره به شکل خلاص گفته میتونیم که بعد استیج یا مرحله جوانی جوان زدن دندان در هفته هشتم رخ میده به این مرحله حجرات حجراتی که قرار است مینا و دینتان دین تینا قطعا قابل تفکیک نیست و در هفته هشتم جنینی این حادثه رخ میده زمانی که حجراتی که مربوط به بد استیج است پرو لایف ریت میشه یعنی تکسر میکنه رشد میکنه یک شکل کلاه مانند میگیره حجراتی که قرار است مینا را دا بسازه. که او استیج با کپ استیج کپ استیج فرقی ای است که آل شما میتونید که اعضای متفاوتی که قرار است آینده به یک دندان ساخته شود او را متمایز کنیم خود انامل و خود دینتین را نمیتونین متمایز کنید اعضایی که قرار است اونها را بسازن انال ما در دو و میشناسیم یکی عضو انامل ارگان است و عضو پوینیا به نام دنتل پاپیلا یاد میکنم شما در این تصویر شماتیک میبینید این قسمت که شکل کلورا داره ایره به نام انامل ارگانیات میکنه پایانتر از اوره به نام دنتل پاپیلا یاد میکنه و اطرافی که هم انامل ارگانا احاطه کرده و هم دنتل پاپیلا احاطه کرده اوره به نام فالیکولر سک یاد میکنه انامل ایسه اوزف در مرحله کپ استیج ساخته میشه که در آینده از انامل ارگان حجرات امیلو بلست تفریق پذیر میشه که خود حجرات امیلو بلست مینا را میسازد از جنتل پپیلا حجرات اودونتو تفریق پذیر میشه که در آینده دینتین تاجی و دینتین ریشه ای را و از فالیکولر ساک انساج حمایوی دندان که عمده قبلا بحث کردیم پی دی است ساخته میشه روی هم رفته زمانی که انامل ارگان و دنتل پپیلا تکسر میکنه و رشد میکنه داخل مرحله سیومی میشه که اون مرحله رو به نام بل میکنه بل استیج به خاطر بل استیج یاد میشه چون مینای دندان یا انامل ارگان که داخل از او است شکل زنگوله را به خود میگیره دیگه قسمت از اینامال ارگان اینی محوطه محوطه اینامال ارگان است حجرات امیلو تفریق پذیر میشه اینی حجرات امیلو است و به طرف پایان خود مینای دندان رسوب میکنه پایینتر از او اودونتو که این قسمت شما میبینیم ای به با سوی بالاتر از خود دینتین میسازه. یعنی به شکل اپوزیت یا به شکل مقایسوی اگر ببینیم دینتین در طرف مینا ساخته میشه و مینا به طرف دینتین ساخته میشه و در اخیر زمانی که رشد و تکامل دینتین ختم میشه کیسه یکی از دنتل پاپیلا میمانه در قطع رو نام پول پیاد میم. پس ما گفته میتونیم از این منطق استفاده کرده میتونیم که در حقیقت دینتین از پلپ ساخته شده و پلپ و دینتین ریشه مشترک داره این ریشه مشترک از یا بر میگرده به دنتال پپیلا زمانی که مینای دندان ساخته میشه توسط حجرات امیلو بلاست در ابتدا چهار طبقه میده خارجی ترین طبقه ای که به شکل خط سرخ معلوم میشه ای روانوم اوتر انامل اپیتولیمیات میکنه پایانتر از او این را به نام استراتوم آمیلوبلاس یاد میکنه استراتوم به خاطر زیاد میشه چون حجرات دیگه به شکل ستاره ای مانند است با انتر از او ای 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 یا انر انامل اپیتولیم یاد میکنه یا تحتانی طبقه <coughs> داخل ترین داخلی ترین طبقه انامل که وظیفه اصلی ساخت مینای دندان مربوط به ای 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 یا انر انامل اپیتولیم یاد میشه این طبقه رو شما در این تصویر خوب دیده میتونید اینی حجرات در قطع حجرات داخلی سازنده ای مینای دندان است اینر انامل پیتری و این قسمت خارجی ترین طبقه سازنده ای مینای دندان است سرویکل لوب در نزدیک ختم تاج دندان است و این هم یک طبقه مربوط به مینای دندون است این قسمت که حلقه شده این در حقیقت لوپس لوپ است شما چرا مهم است که سرویکال لوپ رو بشناسین خاطر از اینجا یک غشای مهم رشد میکنه که تسلیدای بعدی میه که به نام هیرتویک اپیتل میاد میکنه این استاز دندون پایان حرکت میکنه میره طرف ریشه و در ریشه اودونتوبلاس تحریک میکنه به خاطر ساخت دینتین ریشه از ای از مینای در این تصویر شما با شکل مقایسوی سه استیج سازنده دندان به شکل امبریولوژیک میبینیم اولین استیج که قبلا تشریح کردیم به بعد استیج میشه یا جوان زدن دندان در دا داخل فیته اولی پیتی شما میبینین یک جوانه را در اینجا که نه اناملش مشخص است نه دینتینش مشخص است نه هم پلپش مشخص است روی هم رفته نه معلوم است کدام قسمتش انامل ارگان است و نه معلوم است کدام قسمتش دنتل است ولی زمانی که جوانی تندونی دینمی سوها رشد میکنن رشد بیشتر پیدا میکنه شکل کپ یا شکل کلا را گیره. که اینمی قسمتی که شکل کلا سی را نام انامل ارگان یاد میکنه و پایینتر تر ازی را بنامه دنتل پپیلا یاد از انامل ارگان حجرات امیلو بلاست متفرق میشن و وظیفه اصلی از اونو ساختن مینای دندان است و همین که مینای دندان را بسازه خودش هم کلسیفای میشه و قدرت ترمیمی مینای دندان از اینجا ما منطقش میگیریم که از بین میره دنتال پاپیلا وظیفه اصلیش ساخت دینتین است زمانی که دینتین یعنی به حد پختگیش برسه حجرات صاحب و جرات نرمی که در باقی میمونه و دقیقاً قد در بل استیج دنتال ارگان یا انامل ارگان و دنتال پاپیلا خوب متفرق میشن و حجراتی که قرار است ساختمان های سخته بسازه در استج بل یا استج زنگوله از هم متفاوت میشه ده این شما دو اصطلاح جدید یاد میگیریم یکی وستیبولر لامینو است و دیگه هم دنتال لامینو است ویستیبولر لامینا و دنتال لامینا از فیته اولیه ابتدایی به وجود می امیر رقمی که قبلا شما دیدی تصویر دیدین این فیته اولی ابتدایی است از این دو ارگان دیگه به وجود می که دنتال و دیگه هم وستیبولر لامیناس وستیبولر لامینا در دهلیز جوف دهن می سوزن. شما دهلیز جوف دهن می که زمانی که دندان ها در اوکلوژن قرار می تمام اون قسمت جوف دهنی که خارج از ناحیه دندانی قرار میگیره گیره او به نام وستیبول یا دهلیز دهنیات می گره. و خود دندانم که معلوم است داخل استخوان رشد میکنه که به بنامه دنتال لمینا یاد میکنه تمام این سه استیج را که پیشتر خواندیم کپ استیج، بیل استیج و بعد استیج داخل دنتال لمینا صورت میگیره و دنتال لامینا در قبل از بعد استیج میباشه و زمانه که تمام استیج ساخت دندانی خلاص میشه دنتال لامینا هم از بین میره و دو دا تیداد افرادی که دنتال لامینا باقی میمانه ممکن در آینده سبب تولید کیس شه. شما در تصویر میبینید؟ ای سها سها مر بوت بساي وستيبولس و هي سها اجازه ترک شما وینین ای سها مر بوت بډنټل ميناس ا رشد به هم متفاوته سو دا قبولي کې ديګه قرار ده سهاي خارجي سهاي دهليزيس و سهاي داخلي سهاي ډنټل ميناس بس دا سلایدای کې تنظیم شو دا چند اصطلاحې راکبلا ما شما خوب اومختیم ده او جړ متکرارم ټوټ جير یا جير ميداندونی درېقټ مجموعی از انامل ارگان دنتال پاپیلا و دنتال فالیکول است انامل ارگان مشخص یاد گرفتیم که در کپستیت ساخته میشه و وظیفه اصلیش ساخت مینای دندان است و پهلوی از او چون گفته میشه خط فاصل میان مینا و دینتین هم وظیفه انامل ارگان است یک گفت بسیار منطقی است که امی خطا به نام دین تو اینامل یاد میکنه این خط بسیار مهم است بعض افراد یک فاصله طبیعی بین ازیا میباشد حساسیت بسیار شدید می داشته باشه وقتی به با کلینیک مراجعه میکنه نه پوسیدگی داره نه میچ ولی به شکل نرمال در بین این عامل و در بین دنتینی یک فاصله است یک گپ است که باید پرشاوت است مود پر کرد بعد از او دنتال پاپیلاس که هم گفتیم در کپستیت ساخته میشه وظیفه اصلیش ساخت دینتین تا هسته حجرات اودوندوپلاست است و در اخیر خودش تبدیل میکنه به تاقچگه که پلپ یا پلپ کرد دنتل فالیکول نهست چه احاطه کننده اینامل ارگان و دنتل پاپولاس شما دیگه تصویر میبینید این انامل ارگان است این مرحله کپ ستیج است و گمان اغلب و پایانتر از او دنتل پاپیلاس از اینامل ارگان مینا ساخته میشه و از دنتل پاپیلا هم دنتین ساخته میشه انسوجی که هر دوی ای اوز و میکنه او رو به نام دنتال فالیکول یاد میکنه درست شما دی تصویر شماتیک ببینید این قسمت بر مربوط به دنتال انامل ارگان است پایانتر از او مینا ساخته شده این مربوط به دنتال پاپیلاس رنگ زرد معلوم میشه دینتین ساخته شده و پایانتر از او هم که رنگ سرخ معلوم میشه خود پلپ کاویتی یا انساج نرم مربوط به پلپ است اینا چیکه؟ که تمام یعنی احاطه کردم و در حقیقت توسط از این ویسل یا توسط از این اویش مواد غذایی عمده را به انامل ارگان میرسانه و یک محفظ است برای هر دوی از اینا این را نام دنتال فولیکول یاد میکنه برای این گلابی معلوم میشه و این قسمت داریم که برنگ سبز معلوم میشه این ویسل یا اویه مربوط به دنتال فولیکول است در مورد غشای اپیتلیلی هرتویک قبلا یک مقدمه با شما گفتم این غشا در حقیقت یک غشای که از سریکل uh, لوب <coughs> من شامیده. Uh, قبلا مرتون تشریح کردم که مینای دندان چهار طبقه عمده در زمان تشکیلش داره uh, یک طبقه به نام سرویکل لوب یاد میکنه سرویکل لوب در محل تقاطع اینامل داخلی و اینامل خارجی است محل تقاطع اینامل داخلی و اینامل خارجی را به نام سرویکل لوب یاد میکنه از ناحیه سرویکل لوب یک غشای هرتوک نامش هرتوک ماندن رشد میکنه و طرف پایان و سبب تنبیه او تو بلاست ناحیه میشه اودونتو بلاست قبلا خواندیم وظیفه تشکیل دینتین است حال وقتی که طرف ریشه دینتین ساخته میشه و اما حالت دینتین ریشه یاد میکنه. ای این توسط غشای هرتویک ساخت ساخته میشه زمانی که دندان میگم خروج میکنه غشای هرتویک کاملا اواز میشه امرو با پی ریل. ولی در وضع افراد غشای های باقی میمونه که ممکن در آینده سبب امراض مختلف پریودنتال شو از جمله ممکن سبب تشکیل سیست شد یک تقسیم بندی آخری هم گفته شده در چپترتان امیلو بلاست ها را منشه یک تو دوری میگفتن سبب تشکیل مینا میشه بودون بلاست ها منشه میزان شمی داره سبب تشکیل دین تیم میشه و غشای های هم از طریق مینای دندان که بالاخره مینای دندان و منشه یک دو میداره می میگیره و سبب تشکیل دینتین ریشه دندان ها میشه خود ریشه نمیشه میشه اصطلاح یک اشتباه شده سبب تشکیل دینتین ریشه دندان ها میشه و درس امروز ختم شد چون درس اول بود و ما کمک که از ای داره نو وقت حاصل کردم اطلاع در مورد درس های آنلاین از خاطر یکم که ممکن عجله شده باشه و با هر حالش کیفیت که درس حضوری می داشته باشه و احساس احساسی که در هنگام تدریس حضوری به دست ما مطمئن هستم شما این مسئله رو فهمیدین در درس غیر حضوری آنلاین به وجود نمیه ولی با وجود از این ما کوشش کردم که درس مغلق چپتر کنه که مربوط امبریولوژی و هیستولوژی است آن فهم برتان بسازم و اسلایدهاش هم برتان آسان جور کنم انشاءالله شما هم از این مستفید شده باشین در سای اندیتان انشاءالله به شکل منظم چهارشنبه داخل گروپ اپلود میشه Uh, ان شاء هر سوال و هر مشکلی که باشه uh, در گروپ از ما پرسان کنیم چون در اوجه برای هر سمستر مضمون مختلف جور نشده هر استاد در اوجه مضمون های خود اپلود میکنه از اینکه اگر شما کدام سوال داشته باشین و سوالتان مثل نشه نام مره که ذکر میکردین یک هشتگ uh, uh, میگن یا اد میگن نام مره نوشته کنیم که بر من نوتیفیکیشنش بیا و اون که سوال راجع به ماست پاسخ برتان داده میشه uh, این ویدیو ممکن مغلق باشه ممکن نسبت به درس های دیگیتان سخت تر باشه از این خاطر توصیه می که ویدیو را متکرر ببینین چند بار ببینین تا زمین از اگر بازم برتان سوال پیدا شد خدمت است بسیار تشکر از آسلتان